آقای پرجت، ارزیابی اولیه شما از این حمله که گفته میشه اسرائیل انجام داده چی هست؟ جزئیات، مکان یا تأسیساتش مشخصه؟ خب به نظر میرسه که اسرائیل حملاتی رو انجام داد. ما حالا هنوز داریم پیدا میکنیم، میفهمیم که چه خبر شده. ما داریم میبینیم که رسانه‌های منابع رسانه‌ای ایران چی دارن میگن. دارن میگن موشکی در کار نبوده در این حمله، هیچ حمله ای امشب اتفاق نیفتاده در ایران. اون چیزی که ما دیدیم و داریم میبینیم اینه که رژیم داره تنش زدایی میکنه، داره میگه که حمله اسرائیل اتفاق نیفتاده امشب و تنها انفجارهایی که شنیدید پدافند هوایی بوده، سامانهای پدافند هوایی. من نمیدونم معنی این چیه، چون قبل از اون ما شنیدیم که انفجارهایی در نزدیکی نطنز و اماکن دیگه اتفاق افتاده، بعد شنیدیم که اماکن هسته‌ای ایران مشکلی ندارن، بعد شنیدیم که هیچ حمله موشکی در کار نبوده. ما هنوز داریم میبینیم چه خبر شده، داریم پیدا میفهمیم. اما قطعا اسرائیل احتیاجش واکنششون بده. این عملی بود که اسرائیل انجام داد و نشون داد که میتونه حمله در داخل ایران انجام بده و هر هدفی رو که میخواد هدف بگیره، در مقابل اون، در واقع به خلاف اون چیزی که ایران هفته گذشته انجام داد و هیچی رو هدف نتونست بگیره. خب سوال بعدی من این هستش، گزارش شده که در عراق و سوریه هم این حملات انجام شده، آیا در مورد این گزارش ها شما خبری دارین؟ میدونین صحتش رو تایید کنید یا نه؟ خب ما هنوز هم داریم سعی میکنیم اطلاعات رو دریافت کنیم. ما هنوز از عراق چیزی رو نشنیدیم، تایید نشده. من فکر میکنم که اسرائیل یک عملیات فراگیر رو اگر انجام داده باشه، اهدافی رو در داخل ایران، در داخل عراق انجام میده. ما شنیدیم که بغداد، برخی از اهداف در بغداد بودن. امیدوارم که رفته باشن سراغ رهبران کتائب حزب الله، چون اونا در داخل عراق توانمندترین هستن. همینطور به اون اصحاب الحق در واقع لشکر سپاه بدر حمله کرده باشن و همینطور حملاتی در داخل سوریه شده باشه. ما این رو میدونیم که شبه نظامیان عراقی که در داخل عراق و سوریه فعالیت میکنن به طور خیلی نزدیکی با فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران همکاری دارن. بنابراین من باور دارم اگر حملاتی در داخل عراق و سوریه باشه، علیه مشاوران یا مستشاران نیروی قدس بوده، اونایی که به در واقع بغداد به نظامیان عراق و سوریه کمک میکنن بوده. حالا با توجه به اینکه اگر فرض بذاریم که این درگیری انجام بشه، آیا ممکن هستش ایران پاسخ بده و آمریکا وارد این درگیری بشه یا نه؟ ببینید، خیلی جالبه که اون نخستین نظری که ما از یک مقام کاخ سفید شنیدیم امشب این بود که در ساعت 11:25 شب به وقت واشنگتن دی سی این نظر رو گفت و اون حرفی هم که زد این بود که ایالات متحده مشارکتی نداشت. پس اولین پیامی که کاخ سفید بایدن به تهران فرستاده اینه که ما تو این کار نقشی نداشتیم. برای من، به نظر من شرم‌آور، ضعیف و اهانت‌آمیزه که دولت بایدن اینقدر نگران اینی که تهران چی فکر میکنه. من فکر میکنم که آمریکا باید از اسرائیل دفاع کنه. من انتظار ندارم که دولت بایدن در هیچ گونه عملیات تهاجمی مشارکت کنه، اما اینکه اولین بیانیش این باشه که ما مشارکت نداشتیم، واقعا ضعیفه و پیام نادرست رو به تهران میفرسته. خب آیا فکر میکنید که این، اگر این حمله انجام شده از سوی اسرائیل، آیا فکر میکنید ایران هم پاسخ میده و این زنجیره ادامه پیدا میکنه یا همینجا متوقف میشه؟ خب الان دیگه روز شده، درسته؟ بیشتر این حمله ها در تاریکی اتفاق میفته یا نخست ساعت بامداد. بنابراین ما الان داریم تصاویر روز رو از ایران میبینیم. من انتظار ندارم که ایران روز کار رو انجام بده، چون اسرائیل میتونه ببینه، میتونه البته در شب هم میتونه ببینه. اگر ایران واکنشی نشون بده،
امشب خواهد بود، یعنی شب ایران و نخستین ساعات یا در واقع شامگاه اسرائیل میشه. اما اسرائیل آماده است برای این. اسرائیل تصاویر رو زیر نظر داره، از جمع‌آوری اطلاعاتش استفاده میکنه. ایالات متحده هم به ایران، به اسرائیل اطلاع میده که نیروهای جمهوری اسلامی روی زمین چه کار دارن میکنن، و اگر ایران برای یک نوع واکنش برای فردا شب خودش آماده بکنه، حدوداً همین ساعت‌ها باشه، من کاملا انتظار دارم که و پیش بینی میکنم که اسرائیل سایت های موشکی و سایت های پرتاب رو، پرتابگرها رو هدف قرار بده تا جلوگیری بکنه از اون کاری که ایران هفته قبل کرد تکرار بشه. اسرائیل اجازه داد این کارو بکنه تا بگه، نشون بده که من میتونم جلوش رو بگیرم. اسرائیل اجازه نخواهد داد یک حمله متقابل از طرف ایران، تلافی جنگی از طرف ایران بشه، و اون وقت به ایران نشون میده که میتونه این هدف رو هدف قرار بده اینها رو. و من انتظار دارم که ارتش اسرائیل کاملا آماده باشه و کاملا رصد بکنه آماده سازی ایران برای واکنش رو، و در این جریان آماده سازی است که ایران اون وقت، اسرائیل اون موقع حملات بعدیش رو انجام خواهد داد. سپاسگزارم از شما مایکل پرجت، پژوهشگر مؤسسه هاتسون از واشنگتن دی سی.